سرخط خبرها مسدود کردن شماره از پوهنتون‌های خصوصی در کابل و ولایات از سوی طالبان طالبان علیه ایران آماده جنگ شدند پرتاب سفینه فضایی هند بر مدار مهتاب فیلم باربی میلیاردر شد. سلام و وقت بخیر. امروز سه‌شنبه 8 آگست 2023 مصادف است با 17 حسد سال 1402 هجری شمسی. با من رازی اختری به سرویس خبرهای افغانستان و جهان در تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس خوش آمدید. وزارت تحصیلات حالی حکومت طالبان میگوید که شمار نمایندگی های پوهنتون های خصوصی را که بدون جواز این وزارت فعالیت می کردن در کابل و ولایت ها مسدود کرده اند. ضیاءالله هاشمی سخنگوی این وزارت به روز گذشته بر رسانه ها گفته است که این تصمیم را به خاطر تقویت قوانین و طرز العمل های این وزارت گرفته اند. اما برخی استادان پوهنتون های خصوصی ادعا کرده اند که برخی پوهنتون های خصوصی هم در کابل از سوی حکومت طالبان مسدود شده است. اداره فدرال هوایی ملکی امریکا FAA در 25 ماه جولای سال روان تصمیم گرفت که برای رفت آمد طیاره ها در ارتفاع بلند از حریم هوایی افغانستان اجازه داده شود. اکنون این اداره برای استفاده طیاره ها از حریم هوایی افغانستان برخی مقررات تازه را اعلام کرده است. این مقررات بر اساس ارزیابی و تحلیل های اتحادیه بین المللی ترانسپورت هوایی ICAO و سازمان همکاری هوانوردی ملکی IATA تطبیق و عملی می شود. اداره هوانوردی ملکی امریکا به طیاره هایش اجازه داده که در ارتفاع 32,000 فیت از حریم هوایی افغانستان رفت آمد کنند. به این معنا که راکت به آن رسیده نتواند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود نوشته که با وجود کاهش تنش آبی میان ایران و حکومت طالبان، این گروه در پی تهدید ابراهیم رئیسی هزاران نیرو و صدها بمبگذار انتحاری به نزدیکی مرز ایران فرستاده است. این خبرگزاری نوشته است با وجود تماس‌های دیپلماتیک طالبان برای جنگ آماده شده است. بلومبرگ نوشته است که دعوا بر سر آب با درگیری مرزی انجامید. این درگیری یک هفته پس از تهدید رئیس جمهور ایران در مرز ولایت نیمروز و آستان سیستان و بلوچستان روی داد، همان منطقه ای که از بحران آب دریای هلمند متاثر است. یان اگلند سرمنشی شورای پناهندگان ناروی میگوید که کشورهای عضو ناتو برای عملیات نظامی خود در افغانستان تریلیون ها دلار هزینه کردند، اما اکنون حتی کمک های غذایی را برای کودکان گرسنه در این کشور تامین نمی کند. او به روز دوشنبه 16 اسد در توییت نوشته است که افغانستان برای ناتو طی چندین دهه و اندازه اوکراین اهمیت استراتژیک داشت. یان اگلند در ادامه نوشته است اما اکنون کشورهای عضو ناتو حتی کمک های غذایی کافی برای کودکان گرسنه ای که در سال 2021 پشت سر گذشتاندن تأمین نمی کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان
تأیید کرده است که شماری از شهروندان کشورهای خارجی به شمول امریکا در بند این گروه قرار دارند. او در گفتگو با تلو نیوز بدون ارائه آماری از شمار افراد بازداشت شده گفته است که این افراد در ارتباط با برخی از مسائل از جمله مسائل امنیتی بازداشت شده اند. سخنگوی حکومت طالبان افزوده است که اگر شهروندان خارجی مجرم نبودند رها می شوند، اما اگر مجرم ثابت شدند راه های حل برایشان پیدا می کنیم. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان می گوید که افغانستان یکی از 6 کشور جهان است که در سالهای اخیر به دلیل تأثیرات تغییرات اقلیمی آسیب‌های زیادی دیده است. حافظ عزیز الرحمن، سرپرست اداره ملی و حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، بر روز یک شنبه 6 آگست در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که افغانستان نقش بسیار ناچیز در تغییر اقلیم دارد، اما اثرات اقلیمی بر این کشور بسیار زیاد است. نیروی بحری ایالات متحده آمریکا بر روز دوشنبه 7 آگست 16 اسد اعلام کردند که بیش از 3000 نظامی آمریکایی با 2 کشتی جنگی من حیث بخش از برنامه افزایش استقرار نیروها پس از توقیف نفت کش توسط ایران وارد بحیره سرخ شدند. واحد پنجم نیروهای بحری آمریکا در یک بیانیه اعلام کرد که این نیروها که در آن قوای بحری و نیروهای ویژه بحری حضور دارند، به روز یک شنبه پس از عبور از کانال سوئز در حال وارد بحیره سرخ شدن که اعزام آنان پیش از پیش برنامه ریزی شده بود. رسانه های دولتی سوریه به روز یک شنبه 6 آگست گزارش دادند که در اثر حملات هوایی اسرائیل بر دمشق، پایتخت سوریه، 4 سرباز آن کشور کشته و 4 نفر دیگر زخم برداشتند. برگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که نظامیان اسرائیلی ساعت 2:20 صبح به وقت محل حملات هواییشان از سمت بلندهای که در اشغال اسرائیل است آغاز کرده و مناطقی را که در نزدیکی دمشق هدف قرار دادند. اداره تحقیقات فضایی هند می گوید که یک سفینه‌اش روز شنبه وارد مدار مهتاب شد. این اداره روز گذشته اعلام کرد که سفینه چاندریان نمبر 2 در 23 و 24 آگست امسال در آن بخش از مهتاب فرود خواهد آمد که بیش از این هیچ سفینه در آنجا نشست نکرده است. سفینه هند در 14 جولای امسال از مرکز فضایی سیتش دهوان در ایالات اندارا پردیش به فضا پرتاب شد. هند 4 سال پیش هم تلاش کرده بود که سفینه را به مهتاب بفرستند، اما در آن همگان موفق نشده بود. شرکت برادران وارنر پخش کننده فیلم باربی می گوید که این فیلم تنها 17 روز پس از آغاز بخش جهانیش به ریکورد 1 میلیارد دلار به فروش رسیده است. با گفته این شرکت، فروش جهانی فیلم باربی شنبه و یک شنبه این هفته به رقم 1.3 میلیارد دلار رسید. به این ترتیب گرتا گریگ کارگردان فیلم اولین زن شد که به طور مستقل چنین ریکارد را به دست آورده است. برادران وارنر این موضوع را لحظه سرنوشت ساز توصیف کرده است. با نشر این خبر با پایان سرویس خبری امروز تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس رسیدیم. من رازی اختری به اتفاق همکارانم از توجهتان تشکر میکنم. تا برنامه آینده، خدا نگهدارید.